در این درس به استفاده و کاربرد لغت بسیار ضروری و مهم بای در انگلیسی خواهیم پرداخت و با بیان و آموزش عبارت ها و جملاتی که لغت بای در اونها استفاده شده به کاربرد و استفاده از این لغت مسلط خواهیم شد. موری came by bus. موری came by bus. Mori came یعنی موری آمد. Came گذشته فعل کام و یک فعل بیقاعده است گذشتش میشه came by در اینجا به معنی توسط یا با موری came by bus یعنی موری با اتوبوس آمد موری came by bus موری came by bus I will come by ten. I will come by ten. I will come یعنی من خواهم آمد ساختار آینده ساده است I will come پس شد من خواهم آمد By ten یعنی تا ساعت ده قبل از ساعت ده I will come by ten I will come by ten Let us go by bus Let's go by bus. Let's یعنی اجازه بده به ما که مخفف let us یعنی به ما اجازه بده. تو فارسی میگیم به ما اجازه بده یا میگیم بیا فلان کار بکنیم. Let's go یعنی بیا بریم. By توسط یا با bus اتوبوس. Let's go by bus یعنی بیا با اتوبوس بریم. اتوبوس مثلا ارزون تره. Let's go by bus. Let's go by bus. جک ستود بای هز کار جک یعنی یه آقایی به اسم جک ستود گذشتهی یه فعل ستی یعنی وایستادن ایستادن by یار یعنی اینجا به معنی نزدیک یا کنار his car یعنی ماشینش ماشین کی ماشین اوی مذکر his داره اشاره میکنه به جک his car یعنی ماشین جک در حقیقت جک stood by his car یعنی جک کنار ماشینش ایستاد جک stood by his car do it by yourself do it by yourself do it یعنی انجامش بده do در ابتدا اومده حالت امری داره it داره اشاره میکنه به اون موضوع do it یعنی انجامش بده by یعنی توسط yourself یعنی خودت by yourself یعنی خودت به تنهایی خود خودت Do it by yourself یعنی خودت به تنهایی انجامش بده از دیگران مثلا کمک نگیر Do it by yourself Julie went by bicycle جولی ونت بای بایسیکل جولی یعنی خانومی به نام جولی ونت گذشته فعل گو فعل بیقاعده است در زمان گذشته میشه ونت بای توسط یا با بایسیکل بایسیکل یعنی دوچرخه جولی ونت بای بایسیکل یعنی جولی با دوچرخه رفت جولی ونت بای بایسیکل May I pay by check? May I pay by check? May I یعنی آیا ممکنه I may یعنی من ممکنه فلان رو مثلا انجام بدم حالا سوالی شده می اومده این ور می آی یعنی آیا ممکنه که من فلان رو بکنم چی کار کنم پی پی یعنی پرداخت کردن بای توسط یا با چک چک هم که میدونید چکی که به جای پول مثلا میدیم may I pay by چک یعنی آیا ممکنه با چک پرداخت کنم مثلا پول فلان چیزو با چک پرداختش کنم می I pay by چک می آی پی بای چک I met Mori by chance. I met Morrie by chance. I met یعنی من ملاقات کردم. met گذشته فعل بی‌قاعده meet یعنی ملاقات کردن، دیدار کردن. موری یعنی یک فردی به نام موری. by chance یعنی اتفاقی یا شانسی. chance یعنی شانس. by chance یعنی اتفاقی یا شانسی. I met Morrie by chance یعنی من موری را اتفاقی دیدم، اتفاقی باهاش دیدار کردم. I met Morrie by chance. I traveled by myself. I traveled by myself. I traveled گذشته I travel travel یعنی به سفر رفتن I traveled یعنی من به سفر رفتم by myself توسط خودم در واقع میشه به تنهایی خودم به تنهایی I traveled by myself من خودم به تنهایی به سفر رفتم یا سفر کردم. I travelled by myself. I travelled by myself. Let's go by taxi, okay? Let's go by taxi, okay? Let's go. با تاکسی یعنی با تاکسی اوکی داره تایید میگیره از شما Let's go by taxi اوکی یعنی بیا با تاکسی بریم باشه Let's go by taxi اوکی okay? Let's go by taxi اوکی okay? جولی okay? was hit by a car. Julie was hit by a car. Julie یعنی خانمی به نام جولی was hit ساختار مجهول یعنی مورد اصابت قرار گرفت یا تصادف کرد با چی بای با کار یک خودرو جولی was hit by a car یعنی جولی با یک ماشین تصادف کرد یا توسط یک ماشین مورد اصابت قرار گرفت جولی was hit by a car Julie was hit by a car. Will you go by train? Will you go by train? Will you go؟ یعنی آیا تو خواهی رفت؟ You will go. یعنی تو خواهی رفت. و وقتی که will به ابتدامیات و جاش عوض میشه سوالی میشه. Will you go یعنی آیا تو خواهی رفت با چی؟ By توسط یا با train train یعنی قطار Will you go by train یعنی آیا با قطار خواهی رفت Will you go by train Will you go by train I go to school by bus I go to school by bus. I go to یعنی من میروم به کجا؟ school school یعنی مدرسه. دوستان تلفظش رو دقیق بکنید. اسکول نیست. School, school. School یعنی مدرسه. by با اتوبوس. bus. I go to school by bus. من با اتوبوس به مدرسه میرم. خب خیلی مغروم به صرفه تره و امنیتش هم شاید بیشتر باشه. I go to school by bus. I go to school by bus. Julie was kissed by Jack. Julie was kissed by Jack. Julie یعنی خانومی به نامی Julie was kissed ساختار مجهوله یعنی بوسیده شد توسط کی؟ توسط جک. با جک عجب اتفاقی افتاده چرا ما خبر نداشتیم جولی واس کیسد بای جک جولی واس کیسد بای جک 10 years have gone by. Years have gone by. 10 years یعنی 10 سال year یعنی سال 10 یعنی ده و چرا اس گرفته به خاطر اینکه 10 طبیعتا جمع 10 years یعنی 10 سال have gone یعنی سپری شد در زمان گذشته کامل در حقیقت gone شکل سوم یا پاسپارتسیپلش فعل go gone میشه gone by یعنی سپری شد 10 yearsهگان بای یعنی ده سال گذشت، ده سال سپری شد. این عمر ماست که در حال گذره بیایید از عمرمون مفید استفاده بکنیم و در جت یادگیری که این یادگیری باعث بهبود و زندگی بهتر برای ما بشه. 10 yearsهگان بای 10 yearsهگان بای، You had better go by bus. You'd better go by bus. You'd better یا you had better یعنی بهتره که تو این کار رو انجام بدی. چیکار کنی؟ Go بروی by bus توسط اتوبوس یا با اتوبوس. You'd better go by bus. You'd better go by bus. 3 multiplied by 5 is 15. 3 multiplied by 5 is 15. 3 یعنی 3 multiplied یعنی ضرب بشه با 5 با 5 is 15 میشه 15. 3 multiplied by 5 is 15. Three multiplied by five is fifteen. Julie must be home by now. Julie must be home by now. Julie, Khanumi Julie must be home. by now یعنی الان دیگه همین موقع ها همین زمانا julie must be home by now یعنی جولی الان باید خونه باشه جولی must be home now جولی must be home now can i pay by credit card Can I pay by credit card? Can I pay? یعنی آیا ممکنه آیا میتونم بپردازم؟ I can pay یعنی من میتوانم بپردازم و وقتی که can میاد این سوالی میشه Can I pay یعنی آیا من میتوانم چیکار بکنم؟ Pay بپردازم By توسط با Credit card کارت اعتباری Can I pay by credit card? یعنی آیا میتونم با کارت اعتباری بپردازم پول نقد ندم مثلا؟ Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Julie is by no means bright. Julie is by no means bright. Bright یعنی هوشمند یا باهوش. By no means یعنی به هیچ وجه. Julie is by no means bright یعنی جولی به هیچ وجه باهوش نیست. خدا کمکش کنه. Julie is by no means bright. Julie is by no means bright. I began living by myself I began living by myself I began یعنی من شروع کردم began گذشته begin یعنی آغاز کردن یا شروع کردن living یعنی زندگی کردن by myself یعنی به تنهایی خودم به تنهایی I began living by myself یعنی من زندگی به تنهایی رو شروع کردم دیگه به تنهایی شروع کردم که زندگی کنم I began living by myself I began living by myself This desk is used by Mori This desk is used by Mori. This desk یعنی این میز is used یعنی استفاده می شود by Mori توسط موری is used ساختار مجهوله This desk is used by Mori یعنی این میز توسط موری استفاده می شود This desk is used by Mori This desk is used by Mori Will you send it by mail? Will you send it by mail? Will you یعنی آیا تو فلان کار را خواهی کرد چه کار send ارسال کردن it it یعنی آن داره اشاره میکنه به چیزی که گوینده و شنونده میدونن منظور چیه by mail یعنی با پست Will you send it by mail? یعنی آیا اون رو با پست ارسال خواهی کرد یا خواهی فرستاد؟ Will you send it by mail? Will you send it by mail? Did you study by yourself? Did you study by yourself? Did you یعنی آیا تو فلان کار را کردی در زمان گذشته You did یعنی تو فلانکار را انجام دادی در زمان گذشته حالا did میاد این ور سوالی میشه Did you study یعنی آیا تو مطالعه کردی آیا تو درس خوندی By yourself یعنی خودت به تنهایی Did you study by yourself یعنی آیا به تنهایی مطالعه کردی یا آیا به تنهایی درس خوندی؟ Did you study by yourself? Does Julie go to work by bus? Does Julie go to work by bus? Does Julie go یعنی آیا جولی می رود سوالی با داز سوالی شده چرا با داز با دو نشده چون سوم شخصه To work, yani besare car, by bus, yani ba utubus. Does Julie go to work by bus? Yani aya Julie ba utubus besare car, Does Julie go to work by bus? Does Julie go to work by bus? Go and sit by your father. Go and sit by your father. Go, یعنی برو در ابتدا اومده فعل ساختار امریه and sit و بنشین. Go and sit یعنی برو بشین. By your father. Your father یعنی پدرت. By your father یعنی کنار پدرت. Go and sit by your father. برو و کنار پدرت بنشین. Go and sit by your father. I was almost hit by a car. I was almost hit by a car. I was almost یعنی تقریبا من داشتم چی میشد؟ hit صدمه میخوردم by a car توسط یک ماشین i was hit یعنی من مورد صدمه قرار گرفتم ساختار مجهوله i was almost hit یعنی تقریبا کم مونده بود که تصادف کنم با چی by a car توسط یک ماشین i was almost hit by a car کم مونده بود با ماشین تصادف کنم i was almost hit by a car I was almost hit by a car. I was nearly hit by a car. I was nearly hit by a car. I was یعنی من بودم I was hit یعنی من مورد اصابت قرار گرفتم ساختار مجهول nearly یعنی تقریبا نزدیک بود near یعنی نزدیک nearly یعنی به صورت نزدیک که ما میگیم تقریبا نزدیک by a car توسط یک ماشین I was nearly hit by a car یعنی کم مونده بود با ماشین تصادف کنم بلا و تصادف از شما عزیزان به دور باشه I was nearly hit by a car. I was nearly hit by a car. Do you go to school by bus? Do you go to school by bus? Do you یعنی آیا تو انجام میدی از do برای سوالی کردن استفاده شده Do you go یعنی آیا تو میروی to به school مدرسه by bus با اتوبوس Do you go to school by bus آیا شما با اتوبوس به مدرسه میروید Do you go to school by bus Do you go to school by bus? Eggs are sold by the dozen. Eggs are sold by the dozen. Eggs یعنی تخم مرغ ها are sold یعنی به فروش میرسند ساختار مجهول by توسط یا با the dozen دازن یعنی یک جین ما تو فارسی میگیم جین یعنی دوازده تا از یه چیزی eggs are sold by the dozen یعنی تخم مرغ ها در بسته بندی دوازده تایی به فروش میرسند eggs are sold by the dozen eggs are sold by the dozen I need to know by tomorrow I need to know by tomorrow I need یعنی من لازمه که to know که بدانم by tomorrow تا فردا I need to know by tomorrow یعنی من لازمه که تا فردا متوجه بشم تا فردا متوجه اون موضوع بشم اون موضوع رو بدانم. I need to know by tomorrow. I need to know by tomorrow. I will send the book by mail. I'll send the book by mail. I will send یا I'll send یعنی من خواهم فرستاد من ارسال خواهم کرد The book یعنی اون کتاب مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر همین از THE استفاده شده By mail یعنی با پست. I will send یا I'll send the book by mail یعنی من کتاب را با پست خواهم فرستاد I'll send the book by mail I'll send the book by mail. Did you make it by yourself? Did you make it by yourself? Did you یعنی آیا تو انجام دادی با did به زمان گذشته برده و سوالیش کرده. You did یعنی تو انجام دادی did you یعنی آیا تو انجام دادی چه کار make ساختن it اون چیزه رو اشاره به دور on by yourself توسط خودت به تنهایی did you make it by yourself یعنی آیا خودت به تنهایی درستش کردی did you make it by yourself did you make it by yourself I crossed the river by boat I crossed the river by boat I crossed یعنی من عبور کردم من گذر کردم cross میشه عبور کردن و گذر کردن I crossed گذشتهشه the river یعنی اون رودخانه river میشه رودخانه the river یعنی اون رودخانه مشخص که دارم در موردش صحبت میکنم و شما میدونی منظورم کدوم رودخونه است به خاطر همین از the استفاده شده by boat با کشتی I crossed the river by boat I crossed the river by boat. I don't go to school by bus. I don't go to school by bus. I don't go یعنی من نمی روم to school به مدرسه by bus با اتوبوس. I don't go to school by bus. من با اتوبوس به مدرسه نمی روم. ساختار منفیه. پس منفی رو هم داریم یاد می گیریم. I don't go to school by bus. I will be back by six o'clock. I'll be back by six o'clock. I will be back یا I'll be back یعنی من باز خواهم گشت خیلی کاربردیه خیلی استفاده میشه by تا اون موقع یا یکم زودترش 6 o'clock ساعت 6 دوستان تلفظ o'clock رو دقت بکنید o'clock او کلاک نیست o'clock I'll be back یعنی من باز خواهم گشت by 6 o'clock یعنی قبل از ساعت 6 یا تا ساعت 6 I'll be back by 6 o'clock من قبل از ساعت 6 باز خواهم گشت یا من تا ساعت 6 باز خواهم گشت i'll be back by 6 o'clock i'll be back by 6 o'clock please send it to me by fax please send it to me by fax please yani lotfan send Irsal Kardan it اون، اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه to me یعنی برای من by fax با دستگاه فکس. فکس که میدونید چیه دستگاه فکس پس فاکس نیست فاکس یعنی روباه please send it to me by fax یعنی لطفاً اون رو با فکس برام بفرستید please send it to me by fax please send it to me by fax Who was the book written by? Who was the book written by? Who was the book written by? در کل یعنی اون کتاب توسط چه فردی نوشته شده است؟ The book was written یعنی اون کتاب نوشته شد. ساختار مجهوله. Who یعنی چه کسی؟ Was the book written یعنی اون کتاب نوشته شد. Who was the book written by؟ یعنی اون کتاب توسط چه fardi نوشته شد؟ Who was the book written by؟ Who was the book written by؟ Jack goes to school by bicycle. Jack goes to school by bicycle. Jack یعنی یک آقا پسری به نام Jack goes می رود. چرا ای ای ایس گرفته؟ چون Jack سوم شخص مفرده. To school به مدرسه. By bicycle یعنی با دوچرخه. Jack goes to school by bicycle. Jack با دوچرخه به مدرسه می رود. Jack goes to school by bicycle. How long does it take by bus? How long does it take by bus? How long یعنی چه مدت لانگ یعنی طولانی how یعنی چقدر یا چگونه در مورد تلفظ how هم باید دقت بکنید هو یا ها نیست how او او صداش به این صورته how لانگ long? how لانگ long, یعنی چقدر طولانی does it take take در اینجا یعنی در برداشتن how long does it take یعنی چقدر زمان میبره چقدر طول میکشه by bus با اتوبوس مثلا یه مسیری رو میخواید برید میگید اگه با اتوبوس برم چقدر طول میکشه میگید how long does it take by bus با اتوبوس چقدر طول میکشه how long does it take by bus how long does it take by bus I was impressed by his music. I was impressed by his music. I was impressed یعنی من تحت تأثیر قرار گرفتم. Impressed. یعنی تحت تأثیر قرار دادن. I was impressed یعنی من تحت تأثیر قرار گرفتم. ساختار مجهول by توسط یا با his music موزیک او اوی آقا I was impressed by his music. من با موزیک او یا با موسیقی که او نواخت تحت تأثیر قرار گرفتم. لذت بردم. I was impressed by his music. I was impressed by his music. Julie should have arrived by now. Julie should arrived by now. جولی یعنی خانومی به نام جولی should have arrived یعنی باید رسیده بود by now یعنی تا الان جولی should have arrived by now یعنی جولی دیگه تا الان باید رسیده بود جولی should have arrived by now جولی should have arrived by now I advised Terra to come by 9 I advised Terra to come by 9 I advised یعنی من توصیه کردم نصیحت کردم Terra یعنی خانومی به نام تارا to come که بیاید by 9 تا ساعت 9 زودتر از ساعت 9 I advised Terra to come by 9 I advise Tara to come by nine. I go to work by car every day. I go to work by car every day. I go to work یعنی من به سر کار می رویم, By car با خودرو every day هر روز. I go to work by car every day. من هر روز با ماشین به سر کار می روم. I go to work by car every day. I go to work by car every day. I usually go to school by bus. I usually go to school by bus. I usually yani men ma'mulan usually go miravam to school be madrasa by bus ba otobus. I usually go to school by bus. Men ma'mulan ba otobus be madrasa miram. I usually go to school by bus. I usually go to school by bus. I went there by bus and train. I went there by bus and train. I went گذشته I go یعنی من رفتم there یعنی آنجا by bus با اتوبوس and train و قطار I went there by bus and train. من با اتوبوس و قطار به آنجا رفتم. I went there by bus and train. I went there by bus and train I have to be back home by seven. I have to be back home by seven. I have to, yani man by Yad Yekarya and Jambedam. بی بک برگشته باشم home خانه بای 7 تا ساعت هفت I have to be back home by seven. من تا ساعت هفت باید به خانه برگشته باشم. I have to be back home by seven. I have to be back home by seven. I made this dog house by myself. I made this dog house by myself. I made گذشته I make یعنی من ساختم من درست کردم this این dog house house یعنی خانه dog یعنی سگ dog house یعنی خونه سگ By myself یعنی خودم به تنهایی I made this dog house by myself یعنی من این خانه سگ را به تنهایی درست کردم یا ساختم I made this dog house by myself I made this dog house by myself I walked in the woods by myself. I walked in the woods by myself. I walked یعنی من قدم زدم. I walk یعنی من قدم میزنم و گذشتش میشه I walked in در the woods وود یعنی چوب وودز منظورش جنگل در جنگلزار در چوبزار که همون میشه جنگل I walked in the woods یعنی من در جنگل قدم زدم by myself تنهایی by myself پس میشه تنهایی توسط خود خودم نه کس دیگری I walked in the woods by myself من به تنهایی در جنگل قدم زدم I walked in the woods by myself I walked in the woods by myself My grandmother lives by herself. My grandmother lives by herself. My grandmother, yani bozorg-e man, lives. A. live چرا اس سوم شخص گرفته خب طبیعیه به خاطر grandmother my grandmother سوم شخص مفرده پس lives میشه فعلش by herself توسط خود اوی خانم خانوم به تنهایی منظورش مادر بزرگه my grandmother lives by herself یعنی مادر بزرگ من به تنهایی زندگی میکنه my grandmother lives by herself My grandmother lives by herself. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی تیم انگلیسی مستاب خوردن برای شما و خانواده محترمتون سلامتی و خرسندی است در هر کجای این کره خاکی که هستید.